میشه. بفرمی چه جایی با حالی اینجا؟ کی اینجا رو بلد بوده؟ بح اما به روزه درست اهل اون برنامه هاست، یعنی بوده، ولی خوب یه مردی که اهل گردش و این بر اون بر رفتنه دیگه. حالا بذار خوبه خوب بشه ببین چی میشه. ما یه بار اومدیم اینجا از دمش رد شدیم ولی جگر نخوردیم، فقط به روز با سوغال اونجا سیگارش رو روشن کرد. میخوای بریم ببینیم چی داره؟ بله چشم. من حساب میکنم من اینجا. ای مهمون مانیل خانومی همش گرد امو جون، دمت گرد. واسه من بگو دل و آبدار برداره. امو این جگر شیرینیه ها، شیرینی سلامتی شما. یه قرص بهم بده، قرصمو تصرف کرده. برو امو جون، هم بیه قرصارم دیگه بذار کنار، همه رو ریشکن کن به خدا. امیر امو شگوری پگوری من ها میشه خطیشی، فقط دیمو کمک کن، یه قرص بکش برو من هیچ ببر. جلسه رو شروع کنی؟ ببین بعد از اینکه بهروز تصمیم گرفت که از روی احساسات این مواد رو ترک بکنه، خب بلند شدیم رفتیم کجا؟ بهداری، دنبال یه دوایی، درمون چیزی. بعد یه دفعه برگشت گفت من میترسم. نگفتی؟ گفت میترسم اگه اینو من بگیرم واسه من سوء سابقه میشه. من گفتم خب باشه، ولی من مخالف بودم، فقط خواستم باش راه بیام همین. بعد من اومدم به منیر جون گفتم بلکن منیجر، بلکن بابا جیگر بیارین. من اینجا یه قرصم من بده، فقط یه دونه. من اینجا او یه دونه که چیزی نیست، جونه هر کی دوست داری. من اینجا همچین نشستی جلسه میذاری انگار میخواد کودتا کنین. فیل کنین بابا. جلسه نمیخواد، خودش رد میشه. جیگر بیارین، جیگر آبدار. گفتین دل و آبدار بیاره، دل خونو میشون. دل بده، دلو بیارین. مگه نمیخواد ترک کنه؟ چرا ولی خوب میترسه؟ یعنی چی؟ بابا این همون میگه قرص چی شد تست؟ ول نمیکنه یه قرص قرص میکنه. امیر این جلسه نمیذاره ها، آدم اعصاب خورد کن. میگه باید بریم از قاچاق فروشان انتقام بگیریم و ریشه شون رو خوش کنیم. معطل میکنه قرص. بیا بیا امیر. بفرما امیر، یه دونه است. چی شده؟ بهتری امیر؟ چشه؟ داره همومو آفتاب میده. اگه خدا رنگ پوست جذابتر شه بشه اینه تونی کورتیس. تونی کورتیس دیگه کیه؟ کریم شاه هندیه. واسا 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 یه دقیقه. باشه اما این کار نکن. باشه باشه برو توی خود استراحت اونجا قشنگ. باشه برو تو اینجا نشین.
لج میکنه، میخواد قرص بگیره که منم بهش نمیدم. عمو به قرآن الان منیره نیستشان، اون اگه بیاد دیگه مثل من و منیژه خانم نیستش، اینطوری با تشرا نمیاد. عمو چی کار میخوای بکنی؟ میخوای تا مهمونی سبزی پلو با مای خوب بشی یا نمیخوای؟ میخوای یا نمیخوای؟ حرف بزنم، حرف بزن. به جون خودم همین الان پا میشم با موتور دوستم گازشو میگیرم میرم مسجد جنگ زده و بی خیال کلاس ملاس امروز میشم. به این به قرآن میرم پیش مونیه، مونیره الان خونه ام محترمه تو مسجد جنگ زده، به خدا وشت میدارم میارمشان. اون مثل ما نیست، اون کلنگی برخورد میکنه. حرف بزن. منجه خانم شما الان یه قرص بدین که این بخاطر یه قرص اینجا نشینه آبروی ما رو جلوی این آدم رو ببره. یه قرص. قرص. دوتا لطفاً. اخل دکن یک کاریمون بکنه. باشه چی نیست؟ به من اجازه نمیده همون بر اثر اعتیاد تو جور بمیره. بکش ده من این قمر رو. آبر به قمر برد. در حقیقت آن سهر
نکن، یه توهینه نکن. حریفتم فهمیده؟ تو کنه خواب یعنی چی؟ منیره بیا دستشو ببن، بودو. یعنی یه توهینه نکن. ببار صدا تو بودو منیره، بودو. برو باهاشو ببن. جنب خود چشوشو در تکون بخوری، چشوشو در میرم. میدونی که راست میگن. عمو یه دکتر خوب سراغ دارم، هم آشناه هم مطمئن. هفته یه روز چهارشنبه ساعت 2 تا 4 مریض میبینه رایگان. میشه فردا، فردا میبرمت اونجا. عمو به خدا اگه مقاومت کنی زنگ میزنم ببرمت زندان. آب لیمو بیار. چش 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 بخور، خوبه بسط بخور عمو. بس نکن بخور. بلش کن، لوسش نکن. مجموع من رو داریم کجا رو بریم؟ داریم بریم همو بیا تحویل بدی. همو این چه حرفیه میزنی؟ ما میخوایم شما خوب شی، چاق شی، خونت شسته شه، خونت قشنگ شه، مثل همه جویبارهای جاری. همه شما خونت تو جربه، جرم گرفته، دود داره، دود گرفته، فهمیده همو؟ شده اینه دیواره قهوه خونه هست، شده مثل اینه. الان یه قلوب دیگه از آب لیمو بخور، بخور که قشنگ شسته بشه. اما یکش منم جای شما بودم، جای شما بودم همه درونم شسته میشه به خدا. الان قشنگ میمالونم تو که جون تو از بدن تو در نره. خیر سر به سرم نذارین. دران لرز میکنم امو. امو تو رو خدا انقدر لرز نکن. من یه تنم داره شروع میکنم. به خدا اگه ترک کنی قوی میشی، عزیز میشی، خوشگل میشی. نمیخوام خوشگل بشم. من نمیخوام خوشگل بشم. امیر دستمو بمال امو. امو لرز دارم، دستمو بمال. آبلی برام در کن. امیر دستشو بمال دیگه. لرز دارم امو، لرز دارم امو. آبلی برام در کن. بمان تا برسی. اینقدر بشه آب لیمون آده بخوره. کدوم آب لیمون؟ پرتش کرد تو جاده. من اینجا دیگه قرص بدم بده. ول کن، به روز بدون قرص بعد آروم بشی. من هیچ قرص ندیم میمیرم. من هیچ دارم میمیرم. نمیمیری، بی خود فکر میکنی میمیری. نمیمیری بابا، بهش قرص بده، داره میلرزه. ولش کن امیر دیگه. امو روم باش، بخونه ببالش. منیشه یه نصف قرص بشم بخور. الان عمو میمیره. اگه میخوشم عموت نمیره بگو یه درسته بده. یه درسته بهش بده تو رو خدا. منیر جون تو شوهرت کارمنده، همه تون دیپلومه، اینه چیزا رو نمیفهمی. ما تو کس و کارمون خیلی معتاد زیاده. اصلا چرا راه دور بریم؟ سه بار اصغر داداش بزرگه من از اون زنگم بیه بابا. خوبی هروینو، هروینو که سلطان همه این برنامه هست گذاشت کنار، از این فیلم هم بازی نکرد، نمرد. بابا بهش قرص بده، داره میلرزه. بابا به خدا قرص نمیخواد. بابا یه قرص داده جون ماده، قرص قرص داده که دارخونه هم میپوشه. چه ترکیه، چه خون صاف شدنیه. بگیر. بده بده بگیر. بده بابا داره میلرزه. بگیر که ترک کردنم ارزه میخواد. بیا امو بخو بخو، لیاقت میخواد. پورتش بده امو، پورتش بده. بگه نکن پیاده شو بابا، پیاده شو. منیره ماشینو قفلش کن، بیا پشت سر ما ببینم این چی کار داره اینجا. این کاری نداره، هیچ کاری نداره، بیا بریم. گوشش عمو قربونم سرت برم، دیر میشه. ما رو برداشتی آوردی اینجا چی کار آخه؟
کار دارم حتما. منم قد شما فکر سلامتیم هستم. آها بایستد اینجا پول افتاده بگیری؟ صبری کن اما شالله خوبه ولیعتت خوبه. سلام برسونید. جا گذاشتمش. اما داری دنبال موادو از این برنامه میگری دوباره؟ حرف نزن بذار حواسم جمع باشه. عمو عمو جون عمو عمو دیر شد ساعت دوه. عمو جون میرسیم بابا میگن گر سب کنی زقوره حلوا سازی. میرسیم. بهروز داره دنبال چی میگردی؟ دیوونم کردی؟ بگو شاید من بدونم. پول بابا پول. خسته شدم بس که زیر منت این اون بودم. خسته شدم. کجا قایمشون کردی؟ آه اون یه مش پول خوردو میگی؟ پول این پولو میگه، این دوزاریه رو میگه. دنبال این پولا بودی؟ آخه خسته شدم از منت. نکن اینو همشون رو هم 100 تومن میشه. تو میدونی هر دوزاری 2 تومنه؟ میدونی یا نمیدونی؟ عمو داری وقت میکشی یا؟ نگفتی برداشتی ما رو زورکی آوردی اینجا دنبال یه مش پول خورد که مثلا زیر بار منت نباشی؟ خوب دارم جمع میکنم. پخشو پلو شدن. بیا بریم عمو. بیا بریم پول نمیخواد اینجا. به خدا حالم داره به هم میخوره. منم حالم داره منت به هم میخوره. غرور منم در نظر بگیرین. موجنوری آروم و خسته با دست خود در هم شکسته. آری من اون موج غرورم. یه قرص نمیشه. فابریک حسینی با مرکز. عمو هرچی معطل کردی باز موفق نشدی یه کاری بکنی دیر برسیم. دیگه دوره سیاه تباهی به پایان رسیده است. بشین تو که نمیتونی با این وضع بار داری بری خون بدی. تو که هنوز به سن قانونی خون دادن نرسیدی. بشین مواظب عمو باش تا من برگردم. مانیچ یه چیزی میگم خوب گوش کن. قرص ورس نمیده. امیر رو بفرستم دنبال منیرا. نو امیر باید اپرز دو جنازه من رد چی؟ اگه میتونی بزن تو نمیتونی دیگه منیش. تو یه آدم خودکی نیستی. تو یه دیپلومه ای بابا. منیش من نمیتونم بیام. من خودم خسته شدم از این برنامه بابا. من نمیتونم. من الان نمیتونم منیش. یعنی من الان آمادگیشو ندارم بابا.
من خودم چک و لگد این داستان رو خوردم. چه رو فکر میکنی دارم زیر رو میکشم آخه بابا؟ ببین من یه جونم هر چیزی یه وقتی داره بابا. اصلا من سر هم مهمونی سبزی پلو با ماهی بابا میرم همون دوش میگیرم، تمیز میشم، یه پیرهن تنم میکنم، نوع نو میشم. اصلا من قول میدم اونجا چورتم نزنم. خوبه بیا خوبه؟ من اینجا الان یه دو سه تا، فقط دو سه تا از اون قرصا بهم بده. این درد بی خودمون از زن اون بره بیرون میخور درد اون آروم شه. دوست رو قرص میخوای؟ قرص میخوای؟ آره بیا بیا اینو همش. انقدر من گفتم دوست رو انقدر اخراق نکن. من اینج میخوای من قرصی بشم؟ من دو سه تاشو برمیدارم بقیهش برای تو. درست میشه؟ درست میشه؟ درست میشه؟ خانم ضعف که نداری ها؟ نه دستتون درد نکنه، خوبم. خوبی؟ بله الحمدلله. بیا بیرون ببینم بابا، بیا بیرون، برو بالا، بیا بیرون ببین که عمو بهروزت میخواد خون بده. آره بابا این کارو که میتونم بکنم، نمیتونم. قبلا خون دادی؟ بار اولم. سابقه نارتی قلبی خونی که نداری؟ نه فکر کنم. سیگار دخانیات که نمی کشی؟ چیز دیگه چی؟ می کشی؟ این خیلی خوبه که تصمیم گرفتی خون بدی، ولی اول آستین بالو بزن خونتو تمیز کن. خون اهدایی باید تمیز باشه. چه خانم یه لحظه صبر کن من یه تیکه نون بخورم الان خدمت رو عرض کنم. راستی شیخ خانم یه مطلبی. چه مطلبی؟ من دیگه میخوام اصلا به شما فکر نکنم. خوبتر از خوبتر.
من دیگه فقط میخوام به درس خوندن فکر کنم. پس چرا الان باز داری فکر میکنی؟ من که الان دست نرم، تو 13 به در دست نرم. تا آخر 13 به در به شما فکر میکنم، بعد از 13 به در دیگه به شما فکر نمیکنم چون درسم شروع میشه. اه بس دیگه، اوهام 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 همش اوهام. امیر امیر بیا برو حموم، 6 ماه حموم نرفتی. کفتر بازی میکنه. کجایی امیر؟ من همون نمیرم و سختم. بی خود سخته. این بان چیه رو کله؟ مگه دوباره خون اومد؟ هیچ، این خشکی زخمشو کندم و باند و مرکوکروم گذاشتم، چسب نذاشتم، اینو گذاشتم هدفونا رو که قشنگ نگهشته. همه مردا قرار شده برن حمام دهات. ناصرم یه سروبی هست از تهران اومده. تو ناصر و فراز سوار ماشین فراز میشین میرین حمام. قشنگ خودتو میشوری. گربه شور نمی کنی یا چرکتو خیس بدی و برگردی. میری زیر دوش آب داغ و میکنی رو سری. ببین این صابونو ور میداری میمالی حسابی رو سره، خوب چای میزنی بعد خوب آبکش میکنی که سرت شوره نزنه. این از کله وامونده. بعد میری سراغ کیسه. ببین این یه کیسه تمیز برات گذاشتم. این کیسه رو به همه جای بدنت میکشی، به پشتت که رسید این کیسه رو میدی به آقا فراز، میدی حسابی پشتتو کیسه بکشه. نکنه زورت بیاد بگی سفید آب نبود و اینا. اگه کیسه نکشی من میفهمم. باشه بابا باشه. ببین این کیسه رو ور میداری حسابی، این زیر گردن پشت گوشتو سر زانوت اینا رو حسابی کیسه میکشی. بعد چی کار میکنی؟ بعد لیف میزنی. ببینم این لیف حسابی صابون میزنی میمالی به تنت. نکنه قبل از کیسه اینو بکشی چرک تنه در نمیاد، همونطور کثافت خالی برمیگردی ور دل منو. چیز حموم اینجا از این لیف بادی ها داره که باد میشه؟ شاید نداشته باشم. یه روبالشی تمیز داشتم برات گذاشتم، قشن خیسش میکنی صابون میزنی همچین بادش میکنی کفاشو حسابی میمالی به تنت کیف میکنی. خیلی بال. بعد از لیف زدن دوباره چی کار میکنی؟ صابونه رو ور میداری یه حسابی یه بار دیگه صابونه رو به سرت میزنی، بعد شامپو میزنی. فهمیدی؟ نکنه همچی خوشت بیاد زودتر وردارین شامپو رو بزنی ها. شامپو مالا آخره. سنگ پارم هر وقت زدی زدی، ولی حتما سنگ پا بزن. اون دادم یه از سنگ پای همون چیه اونا؟ بعد یه چند تا صلوات حسابی میفرستی، خودتو آبکش میکنی، این پرتقالا رو بعد از لیف زدن پوست میکنین میخوری. امیر نکنه یه وقت تو و ناصر سر و صدا کنین حمامو بذارین رو سرتون، صدای حمامی و مردم رو در بیارین شب عیدی دعوا بشه، وقت آبرومون جلو آقا فراز میره. ببین اینم شورتت، ببین اینم شورتت برات گذاشتم. دیگه سفارش نکنم امیرا. اون باند و چسب و اینا رو از صورتت بکن. دیگه اینقدر رول بازی نکن طفل دیوونه من. با این قیافه هپلیت هم نمیتونی بیای سر سفره بشینی جلوی همه. همه که سفره. سفره چی؟ سفره عقل و سفره شام دیگه. همه که همه، یعنی همه همه موافقت کردن شام بیان تو اتاق مامان بزرگه، همه سر یه سفره بشین. خب دیگه زیر پوشت هم هست همه چی. باشو باشو آماده شو باید بری.
آیا قرار است دوستی آشی به خانواده گلکار بازگردد؟ آیا باز آنها کنار هم دور یک سفره خواهند نشست؟ جواب این سوالا در قسمت بعدی برای تان خواهیم کن. مکدهی اینجوری نبینم ناسه که میخواست بیاد مهمونی مادر بزرگتون گفتم بیام ببینم سرکار جات خیلی خالیه اومدی موندگار شدی؟ پیچیده شده حمید از هر دو طرف پیچیده شد هم از این ور هم از اون میخوای بگم مادرم بیاد هم با این ور هم با اون ور حرف بزنه یهویی نمیشه حمید باید خورد خورد رفت زیاد خوشبین نیستم البته بدبینم نیستم ایشالا خورد خورد درست میشه حالا خودت خوبی؟ امشب قراره برای مهمونی ما اون بزرگه همه جمع شد دلم شور میزن دایی بیژن بابای دختره سر یه درس دادن اونم با اجازه مادرش نمیدونی چه غیر و غالی به پا کرد یک داد و فریادی میکرد دلم بعد جوری شور میزن آب یه تنی به آب بزن آب خوبه میاد و برف میاد برف میاد و برف میاد اثر و کول هوا برف میاد برف میاد و برف میاد دل من میخواد که آفتاب بشه برف میاد و برف میاد همه برفای روز آب بشه برف میاد و برف میاد برف میاد و برف میاد برف میاد از سر و کوی برف میاد و برف میاد دل من میتون که آفتاب بشه سلام خوش آمدی آفیاد بشه سلام بیژن جون چطوری؟ چطوری خوبی؟ عزیزه کردی؟ این ببینه تو هستی نمیاد آی کلا داری؟ سرد رو بکن تو آب که لخشه بیا تو هیچیه بل نمی کنه بره نفس عمیق برد میاد و برد میاد برد میاد و برد میاد دل من میخواد که افتاد بشم سلام زهر مار ببین اگه گند از سر کلی من بره بالا نیست بازه توی اون حوض نمیان انگاه که فرور از توی آب لجن لجن پارم به هم خورد داری شما اینجوری حرف میزنید شما چرا دارین توهین میکنید چی؟ نه با من بگیم شما حق ندارین به من بگین جوی لجن ها شما حق ندارین به من توهین کنید من دیگه اینجا نمیمونم بریم همیت
داره برای من مادرشناس شدن. قوم تاتار یه مش بلای جون مادر. اینجا بفرمی داخل؟ یه بارو کنار فضولی نکن. بارو کنار. مامانی با نوجوانو باید کاملا سنجیده رفتار کرد. ببخشید. به تو ربطی نداره شادونو. همین توفهی دهنلق بود. رفت گفت احترام خود مادرشو برداره ببره. من میخواستم مادرم ببرم باش زندگی کنم. اما این دماغ دراز بدترکیب یه کاری کرده که نمیذارن دیگه من مادر ببرم. مامانی شما که تنها نیستین، شما منو دارین. برو بابا از تو هم دیگه خوشم نمیاد. سلام عمه جون. علیکم سلام. سلام خانم جون. سلام علیکم. چقدر خوشحالم شما رو میبینم. چقدر خوشحالم که دوباره همگی دوره همدیگه جمع شدیم. احترام خانم جون، من مطمئنم امسال خیلی سال خوبیه، پر از سلامتی، شادی، شادکامی، میمنت و عروسی. ای بابا بسه دیگه. ای میپرم آره کفتا میکنم که به مرگ مونه بذاریم. شادکامی شادکامی. بفرمایید. خوبی تو؟ خیلی بهترم. خیلی سلام. علیکم سلام. بفرما. سلام علیکم خواهر. سلام. سلام. خوش اومدیم. سلام. سلام دایش. سلام علی. بفرما. تو رو قرآن ببین چی قیافه ای هم میگیره واسه ما. به خداوندی خدا اگه به خاطر مسئله تصرف مادر نبود من 100 سال اینجا نمی اومدم. هر آموش درست میشه شد. ای بابا آقا حسین داشت محرم جرامی عزیز. بفرمایید داخل. بفرمایید داخل. بشه تابید بشه تابید. امشب و هر شب سبزی پلو با ماهی فرد اعلی آماده است. بفرمایید داخل. اونم دستپخت مادر. بفرمایید بشه تابید بشه تابید. بروز با شلوغش نکن. چیه؟ حالا چی شده من یکی باید سکوت رو رعایت کرد؟ احمد مجروح شده. یعنی؟ احمد شهید شده. احمد یه قهرمان بود. اون یه قهرمان بود. شلوغش نکن بهروز. فقط پاش شکسته. همین بودم چطوری به همه بگم که قول نکنم. بهروز جون قربونت. عجب چی دو افتادیم بابا این دیوون. دیدی منیره خانوم؟ دیدی همه دور هم جمع شدن؟ به خدا انگار دنیا رو به هم دادن. همه رو دور هم دیگه میگیم. من که اصلا فکر نمی کردم همه بتونیم دور هم دیگه جمع شیم. خدا استغفار من رو قبول کنه. چرا شلوغش میکنی؟ احمد تو جبه افتاده زمین پا شکسته. معرکه گرفتی؟ طوری نشده. افتخارم میدونه. هیچی نشده بابا. هیچی نشده. فقط این احمد توی جبه یه لگد زده به صدام پا شکسته. فقط همین. یه لگد زده به صدام پا شکسته؟ آره به جون تو دخترم. فقط همین. میگی نه؟ فردا همه میری بیمارستان ایادتش. تا ببینی راست میگم یا نه؟
ناصر جان. ناصر. خوبم. جان. بیا بیا. خوبم. سلام علیکم. هیچیش داری؟ نه. الان میاد بیرون تو سر راه دور میدون آزادی پیاده شو، یه دربست بگیر، یه راست برو در خونه یه پدر مهناز. ببینم پول مول داری؟ دارم دارم پول دارم. یعنی قبلش بهشون زنگ نزنم داداش؟ من میگم نه، یه هوبری بهتره. بهزاد میگه با ما نمیاد بیمارستان، سر را پیاده میشه میره دنبال بهناز، بیارتش احوال پرسی احمد. خدا کنه آشتی کنن با هم. انشالله میشه، من دلم روشنه. یه قابلمه داشتیم قشنگ درش چفت میشد، اینا ندیدین کجاست؟ نمیدونم نیستش. منیره از این ظرفای دردا داشتیم که درش کیپ میشد که سبزی پلو ماهی احمد رو توش بریزی. نمیدونی کجا گذاشتی؟ همون روز که رفت، همون روز که رفت جبه قابلمشم با خودش بود. خیلی خوب مادر جون، احمد پاش شکستا، خدای نکرده گله به قلبش نخوردا. براش بذارید توی قابلمه کوچولو، به جای درش هم یه پارچه سفید بذارید. نمیخواد، اصلا خودم کاراشو انجام میدم. بذارید زنش کاراشو انجام بده، بذارید من کاراشو انجام بدم. مادر داداش میگه سرزده برو خونه بابای مهناز. واقعا زنگ نزنه؟ فرقی نمیکنه، فقط یه جوری باش حرف بزن که بدانه دوست داری و باشی. بابا خود مهناز خیلی دوست داره بیاد عیادت احمد. خب حالا که دوست داره بذار بیاد، فقط یه جوری باش حرف بزن دوباره بر نگرده خانی باباش. با تو بیایی سر زندگیش. من رشته محبت تو پاره میکنم، شاید گره خورد به تو نزدیک تر شود. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. ای بابا پاک خواهم رفته بود؟ یه دو ساعت میشستی اون تو؟ بخش بچه ترکید؟ بخشی خوب یارو. ای بابا حسین خان، اگه رو حساب باشی، اگه منطقی باشی حرفی نیست. اصلا درست نیست، رو حساب که تو نیست منطقی هم نیست. فکر کردم و حالو این هر که هر کاری دلش میخواد میکنه. مریجا خانم چی شده؟ هیچ، شدم پیاده اومدن اینجا میگم پیکان خرابه که شبله تو بگیرن. بچه معلومه نقشه است. نه بابا نقشه چیه، فوقش با مینی بوس میریم دیگه. آقا حسین شب عیدی اصلا حرکتت قشنگ نبود، که توی روز عزیز، روزی که قراره بریم عیادت احمد، همینجوری با پای پیاده بیاد اینجا و تو مغز من فرو کنی که مثلا پیکانت خراب شده و با هوای اون بخوای شفرلتو از من پس بگیری. بده منو سویچو. مطمئن باش اگه بخوام شفرلتو ازت پس بگیرم خودم این درد سرا نمیندازم. بده من. یعنی خواهر بعدش به من پس میدی؟ خواهر من بدون وسیله نمیتونم زندگی کنم. شده کلیامو بفروشم میرم یه پیکانی، یه داتسونی، یه هیلمنی، یه آریایی چیزی برمی‌دارم. پیکان که درست شد اینو بهت پس میدم. الان شاب ورداشته بردتش تعمیرگاه. تا
حتما اقا قیافه نه یا منیشه. بیا با ما بریم، برای یه نفر جا داریم. بهروز هم مینیبوس عباس آقای نمیره. منم با مینیبوس میرم. خیلی خب بابا، حالا دیگه لازم نکرده بهت بر بخوره. برو با شفرولت برو. فقط قیافه نه یا شفرولتو بهمون پس نمیره. برو ببین بهروز جان، من همینجا اعلام میکنم که زین پس این شفرولت مال تو. هر موقعی هم که من بهش احتیاج داشتم میام ازت قرض میگیرم. درسته که شوهر خواهرم میوشن خواهر، ولی در اصل حکم پدرم بوده. خدا رحمتش. حالا کی بریم محضر بنام کنیم؟ ببین دیگه داری تون میدی ها، من این ماشین رو به اسم هیچ کس نمیدونم. دخترم تو هم بهتره با همین شوهرت بیاری. بابا دیر شد، مگه ساعت ملاقات تا چنده؟ بهروز من با شوهرت برم؟ برش کنه. خب با بنز فراز میرفتی بس چه خودتو به عذاب بندازی؟ بخاطر فراز؟ به تو هیچ ربطی نداره. خواهر با من قهری؟ آخه بس چی خواهر؟ اگه گفتی اصلا دیگه اسم هم نگار. خواهر اگه با نوت مشکل داری، اگر از نوت چی کاری، خب بس من چرا ترش میکنی؟ خواهر اونم جوونه، بالاخره تو جوون من هم علاقه من شدم. پا میشم میرم ها، جیکش نزنی دیگه ها. بله همه، هرچی باشه این دوتا با هم علاقه مندن. تو دیگه نمیخواد حرف بزنی فضول. پا میشم میام گوشتو میپیچونم ها. قد ازت بدم اومده، اینقدر ازت بدم اومده که خدا میدونه. بد شدمه؟ بد شد رفتم گفتم به همه بیان تو مهمونی دور هم جمع شدم بد شو؟ جیکش نزن. داریم میریم مقاله قربونتون برم. خب اینم که بیا پایین، بیا پایین، من ماشین میگیرم خودم در بس میریم. ببین مقاله داریم پایین، خودم بریم. بیا پایین. بگو بیام سوار شم، من با ماشین فراز میرم. خواهر خیلی مردی، دمت گرم. ها؟ گفتم تشریف مبارکتو بیار توی فلوکس بابا. بابا بابا کف اون فولکس سفته، میترسم به این رو دست انداز واسه ضربه سرم بد باشه. مثل که هنوزش کدومتون باور نکردی که موج انفجار منو گرفت. باور نکردی کل دنیا یهو تو چشام سفید شد؟ بابا من به خاطر جون خودم نمیخوام سالم بمونم. به خاطر این میخوام سالم بمونم که شما خدایی نکرده به خاطر من گرفتار مریض خونه و دکتر اینجور چیزا نشی. حرف نزن، بیا پایین زرنگ. یهو جلو چشام سفید شد. اصلا میخوام من نیو. همون نیای راحت تر. تنها بمون، یه خورده به اعمالت فکر کن. بابا با تو چیکار میکنی؟ 300 نفر تو مینیبوس الان وقت مینیبوس شستنه. ببخش مزد مزد. Thank you.
فرور چیه؟ لابا تو هم میخوایی بری؟ ببین اگه من برم تنهایی نمیترسی تو باغ؟ لازم نکره با تو نگرن من باشی، منت نرفتنت هم سر من نذارا. برم ببینید خان بشینید. ببینید من قبل از شما خیلی راحت بودم، میرفتم تو کوچه فوتبال بازی میکردم، از تو تلویزیون میدیدم، درسمو میخونم، حالا درسمو میخونم ولی یه کاری میکردم نمرهشو میگرفتم. من به جز این ناصره هیچ رفیق جونجونی نداشتم. تابستون میرفتم گلخونه بابام، 3 ساعت گلا رو آب میدادم، 20 بار آب تنی میکردم، با من روزی 6 ساعت خطاطی میکردم، 6 ساعت یوم می نشستم کل قصه های مجید رو می خوندم، کلشون. بعض ما از خونه می اومدم بیرون، پیاده می رفتم تا پارک ملت، پارک سایی. یه بار رفتم تو چال با پای پیاده، خیلی بار. جمعه ها کومو نمی رفتم، ولی می رفتم سینما. بعضی فیلم ها می شد بیشتر از 3 بارم می دیدم، اونا که قشنگ بودن. خیلی آروم بودن. بعضی مزاحم تلفنی ها می شدم، اما فقط فوت می کردم. من فوت میکردم اونا فوش میدادن، فوش در برابر فوت. خانو میشین بابا شما کی بودید یا اومدید ماهی بدبختی ما شدید؟ بابای من منو به خاطر شما مینیبوس پرت کرد بیرون. ای خدا خدا جون یک که من رسیدم دم در بیمارستان این احمد آقا، خانو میشین لفته باشه. احمد آقا یه آدم هایی بزن یه اقتضاعاتی، اینا حلقه ها و باعثین ارتباط هست. عجب. فلحال من الان مخلص کرم رو به عرضتون میرسونم که بعضی از نسوان بی خودی نزد این عریضه نویسان میرن و عارض میشن. خود جنابالی از حلقه ها و باعثین ارتباط. شما لطف دارید چه حرفی؟ زخم شما دست نگردار آقای لفظ قلم، من خودم دیپلم ادبی دارم. ببین احمد آقا، عمه جون، این میخواد بگه اگه من با همه نرفتم و اینجا موندم واسه خاطر اینکه با احترام لج کنم. آقا هوشنگ با زرگری صحبت میکردن. بابا خرج آشتی یه سلام و سلام دیگه. مامان حرف خودشو میزنه، اون الان دوست داره اینو بگه، آخرش هم همینه. من دارم میگم احمد آقا حلقه انس و ارتباطه، بعد این خانم دیپلم ادبی میگه تو داری میگی اگه ما اینجا موندیم با همه نرفتیم یعنی همچین یعنی پرچی. حالت خوبه احمد آقا؟ خیلی دلم واسه تنگ شده بود به خود احمد آقا. امیر یواش، امیر مجروحه. خفم کردی احمد آقا، ببخش. امیر امیر خیلی خوب حالا تنگش خوردی احمد آقا؟ آره منم تنگش خوردم بدو، همش نگرانت بودم به خودم، همش داشتم به تو فکر میکردم احمد آقا. خیلی خوب بس دیگه. امیر چطوری؟ من اینجا نگرانی چیزی هستی بابا؟ اومدن آشتی کردن بهزاد و مهناز.
با هم آشتی کردن دارن میان بیمارستان. خب خدا رو شکر. امیر ماشین خب فلرش باش خب باش باش حل باش ردیف خوشن خان فلر ماشینش الان شکسته مجد خانم که در حال حاضر بار داره نمیتونه سوار اون ماشین بشه جایی میره رو دستنده ها سکون میخوره ماشین واسش بده خب منیجه با ما میاد مهناز خانم منم با شما بیام چیه؟ تو هم فنر ماشین برای حالت خوب نیست؟ بابا سب کنی سب کنی بینه موشن خواهینه الان میخواد زود برم من نمیخواد زود برم من دوست دارم بمونم بابا سه احمد آقا توضیح بدم که منم توی موشن گروه مجروح شدم و تو من عددی نیستم در برای ایشون ولی خواهش کنم منم با خودتون ببرم امیرم با ما میام میوار من بشورم؟ نه خودم میشورم بخورم من خسروی هم هستم فکر کن این آدم از چی میگم؟ اما این پیپه؟ شما اهل دخانیات هستی من نمیدونستم ال کن عزیزم به تو چه ربطی داره؟ دستو بیار توی هو گیر میکنم به کامیون چیزی کنده میشه همه کارش بر اساس خلبازی و نمایشه اما کامیون کجا با جاده به این خلوتی؟ اما لا اله الا الله آقا بهزاد، آدم با کسی اخم و تخم نمی کنه وقتی مهمون از تو ماشین دست شما در نکنه که از من دفاع کردی واقعا تا حالا توی زندگی هیچ کس انقدر قرص و مکه از من دفاع نکرد دست شما در نکنه تازه، به من و دخترم هم تو لباسون خیلی خوش گذشت نه تو چادر بودیم، نه چهار دیواری تازه شوفاش داشت ما همون تازه علی رضا خواهر شکوفه هم اونجا بودن بله به همون خیلی خوش گذشت گذاشتم تو کابینت آشپزخونه. منیجر جون، بگیر روزه اونجا به اون
دست درد نکنه. اون درسته من گفتم کسافت هم یه بار دیگه با شما حرف بزن، ولی این دفعه دارم این دیوونه ها با خودم حرف بزن، یعنی با شما حرف بزن با خیالتون، این دیوونه ها اصلا باید یه فوش بدتر به خودم بیارم، فوش بدتر. اینا از صبح تا حالا دو دفعه زدن تو پرم، دو دفعه. چرا؟ چون احساس میکنم که هر وقت شما اونجا هستی منم برقه این شزم اونجا آزر میشم. اشتباه میکنم اینو. خیلی میترسم شیره خورم، نکنه یه هم اینو جلی همه منو خیتم کنم، خیلی بد میشه. خدا این بچه آدم داشتم درس هم میخونم، دیدم حیات چون رو اومدم تو حیات یه اون ناگهانی بی اختیار. خب چون شما اونجا نبودیم، چون دوباره اینا میزنن تو پرم، اینا شد سه بار. امین بچه بودو تلفن. بله ده تلفن. اومدم شیر خانم فعلا با اجازه. بودو آها باش. خو سلام. خو اه چه خوب چه خوب. باش باش میگم حتما میگم. آه باش بیم مهم نیم ده گوشه نگه میداره علمه. عباس آقا عباس آقا سلام. عباس آقا سلام داخل سلام شیخ خانم. بیاییم الان مهرم رو زن زن گفتش که دکتر اجازه داده احمد آقا رو مرخص کن بیاییم خوب. آره الان شما قبول میکنید که با مینیبوستون با هم دیگه بریم دنبال احمد آقا؟ ها؟ یه دست صبر کنید. الو؟ الو مویه دقت نکنیم. صبر کن صبر کن. ها؟ بریم دنبالش؟ باشه اشکال نداره. میریم یه سریم به همین رزمندهای زخمی میزنیم دوباره. الو؟ الو بریم مویه ما با مینیبوس عباس آقا میه. نه ماشین بابا جا نداره، جا نداره بابا. این چی آدم میره تو داغ میشه. باش 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 بذم هم داخل. سلام آقای جان خوبی؟ ببینی من رو میرم همه هنگی های لازمه رو با مده انجا میدم که برنامه ریزی های لازمه رو بریزیم که بریم. باشه؟ نه خب باش. امیر آقا نرو بیا پس. بله بیا نرو. چیه؟ بیا. خب دیگه چطوری؟ خوبی؟ احمد آقا خوبه؟ خب خدا رو شد. ای بابا اون جارو میخواد. آقا چش کجا؟ دستمان ستون میبارینا. الو بگو بابا زدم تونگ ماهی رو زدم تونگ ماهی رو بابا زدم تونگ ماهی رو زدم شکوندم. بگو دیگه چیکار داری؟ کجا؟ کجا عباس آقا کجا؟ شما حرفاتو با خواهرت بزن ما میریم باغ. باش ببخشید تو رو خدا این توی ماهی رو زدم شکوندم و حواس نبود. الو بگو بابا حالا یه تنگ ماهی شکسته دیگه چیه مگه؟ میریم ده تاشو از ترون میخریم نگران نباش. بگو خب اینجا اینجا خب باش باشه گفتم میگم دیگه باش. شیرین ما خیلی دوست داره که ما احمد آقا رو با مینیبوس بیاریم اونجا. البته منیر جون گفت که با ماشین بابا بیاد، ولی وقتی که امیر آقا گفت که ما بریم خب شیرین خیلی علاقه نشون داد. امیرم گفت میخواد بیا. بله گمون میکنم. مامان منیر گفت به احمد آقا اجازه دادن بیمارستان مرخص شه، حالا که فعلا بابا نیست با مینیبوس عباس آقا اینو بریم. مامان مشکل نداره؟ نه چه اشکالی داره. اول تو برو مدرسه به احمد بگو موتور برق رو بده دیگه برق نداری. باش
چون میخوای زودم برگردی با دوچرخه ایش رد باشه؟ باشه همدان خونه وایسیم با هم میریم خب؟ یعنی صبر نکنی؟ بریم امیره؟ امیر اومده؟ دیونه خیلی کمدی کلاسی که این امیره بزن میگم کسی مسخره نکنی؟ چیز میگید خب مسخره است دیگه بچه حواستون باشه اگر امیر اومد نفهمه که مامانش به ما زنگ زده که به قولن رضا پیچش بده بیا دنبال ما بیا دنبال ما آره دیگه بیا هوشنگ ها ولی مامانم گفتش اون موتور برقه رو بیارید دیگه لطفا میاریم در این میاییم اونجا عمه میگم یه جای تفریحاتی بلدی به ما نشون بدی بریم اونجا آره آره بلدم هیچ گرکی تو همین کوچه های اطراف بلدم بابا ولی من کار دارم من برم با جوری که فقط آدرس بده خودش خودش رو دعوت میکنه خودش هم دعوت خودش رو رد میکنه عجب آدمی ها من کار نشتم میومدم به خدا ولی کار دارم نمیام رضا حرف بی خود میزنه نه به خدا حرف رضا نیست به خدا بابا کارم کار واجبه چیکار داری کار دارم دیگه کار دارم هزار کار بی خودی خیلی کار داره نه امیر بیا جدی بیا دست رد به سینه جیگر مفت نزن باشه بیا میگم امیرم بچه با سلیقه ای آن ببین کجا رو کشف کرده کجا برداشت ما رو برده این بچه این کوچه‌های پاریس ناپل و میلان و اینا باید برم بوق بزنن بی خودی پاریس رو گندش کردن با چهار تا میسندلی حالا اینجا رو از کجا بردی این آقا را سلیه برنامه یه بار اومد اینجا چیه؟ بگی ما هم بخندیم بعد خنده یه گریه ایست با مزه آره داداش چیزی نیست عزیز حتما یاد یه خاطره خنده دار افتاد آره همه با هم یهو یاد یه چیز خنده دار میفته نه میدونی چیه چون مامان همیشه عصری به ما آش نون پنیر خیار گوجه چیزی میده میگه بخورین شامتونه لابد این دیگران ولی شاممونه دیگه به خاطر همون دارم میخوان ببین هوشنگ رسیدیم باغ شبلتو بده زود دست بروز این موتور برقرم بردیمش باغ بنزینشو هر کسی باید خودش بده ها بعضی کسا مردرن موزی در نیاره ولی به نظر من همین حق داره ها ما نباید جلوش حیبش بخندیم خب به خودش میگیره دیگه همین جون من به نوبه خودم ازت معذرت میخوام ببخش محترم خانم شما معذرت بخواییم یالا نذارین سوء تفاهم بشه اینقدر به من معذرت خواهی بده کاری که نگو منم به جای معذرت خالی پیشنهاد میکنم امیر چند تا سیخ از این جیگر را بزنه جیگر یا دل چون امیر خیلی بچه اهل دلیه ولی خارج از شوخی امیر پسر خیلی با معرفتی امروز واقعا کمک کرد که منیژه بره تو رنو پیش مهناز و بهزاد همین که من اشاره کردم تند را سرعت گرفت یعنی مغزش فعاله یعنی آمادگی داره برای آشتی ها ببین شما آمده بودی اینجا نشسته بودی؟ میگم بگو یه چیز باید میگیرم نمیخوام من رفته بودم ماشین رو پارک کنم همجا یه زنگ زدم تامونی به آقای حسینی گفتم اگه پرسیدم بگه اینجا با ماست صحب داشته باشه ای زن یه ده تا سیخ دیگر به جواب چشم رو چشم چی دیگه؟ ده تا دیگه ای با شیش سیخ جیگر سیخ شیشه به خدا تو شب اینجا ایم سیخ شیش جیگر بریم دیگه هر با سیخ شیش جیگر سیخ شیشه زن Oh.
صبر کن. گوشنگ خوب ای زهر تو فهمید قربون قدمت برم اونطور برق کنه که اووردی ایادتم که رفتی خودت به من گفته بودی که از این پس این ماشین متعلق به بهروز خواهد بود نگفتی خیلی خوب من نمیخوام ماشین رو به نامم کنی فقط اون سویچ قربونت برم به من بده که من خیالاتم راحت شه بده قربونت برم هوشنگ خوب یه بار دیگه بده که آخایی تو دوباره به من ثابت کرده بود ای والله ای والله دمت کرد حالا دیگه با خیال راحت کارم نه انجام میدیم میلوز کش سر قبر منه بزن آنفروز میلوز کجاست تو جیب من چه میدونم بچه ها میلو سیما خانم میلوز رو دیدی میلوز کجاست امیر امیر ببین این طور کن دست تو بزن بگه گوشت یه صدایی میده باش این که با مزه از امیر جان روشنش کن بزن همه بروز بزن تو سرش همه بروز بینوز کجاست سر کن نمیشه دایی بزن تو سرش عوض بده کن پیچوندن نمیشه دیگه پیچوندن همون موجه نگه داری میکنم پیچوندن منو مادر این موتور برق رو مخصوص برای شما آوردن مخصوص شما برای همه اما به مدیریت شما یعنی اختیارداری انرژی الکتریکی این موتور برق در بس با خودتون خبر موثق دارم که این خانم احترام خانم یه وعده وعیدایی به شما دادن خواستم بگم که خودم کنیزتم ببین مادر من اگه بخوای بری با احترام زندگی کنی یا من دق میکنم بیرو در واسی دق میکنم آهای ایو هنداز بیرو در واسی از فردا هر کی میخواد از این موتور برق استفاده کنه باید قد یه شیشه شیر جیره بنزین رو بریزه تو موتور ببین اول شیشه تو پر کن بعد سیم رو وصل کن الان فیلم سینمایی داره نه خیر اول بنزین بعد فیلم سینمایی ادو اطفار بسته پاشو مرکه تعطیل شد بیا بساز ادو اطفار چی داشتیم سایه بازی میکردیم گرفت؟ نه هنوز منیجه پاشو برو یه شیشه شیر بنزین از شفرولت بکش بریزی تو موتور برد تلویزیون که فیلم نداره چی میخوای ببینی؟ ها؟ با یکی بعد نصف شبه همه خوابیدن الان صدای موتور برد بیدار میشه حالا چی گرفت؟ نگره آره راست میگه برش کن یا احترام برتر میاد خوش رو میده قهرتر میشیم یا بیژن یا بهزاد بهزاد آنم که هده حرف بزنه بروز گره داره میگیره داره میگیره وقت میگیره میری بوس میری بوس حالا چی؟ گره؟ نه بابا نه اوها اوها ای بابا منش عزیزم یه خونه در این در تکون بده آخه این چیلی که میگیره نمیگیره که برود بازش کن بازش کن ببرش اقفتر بیرم ببرش اقفتر بازش بیرم احمد چون سلام درست بشید یه رفتان دنبال احمد آقا من نبودم خب نبردن که نبردن برو تو خب سلام علیکم باش سلام علیکم برو تو اتاق آهنی بی خود اینجا نجد سلام علیکم احمد آقا سلام امیر جان سلام سلام علیکم احمد سلام 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 احمد سلام بیم شب همه که بخیر واه سلام احمد جون چجوری هایی؟ خوبم ایتری؟ ردی؟ احمد آقای مرد مرد بزرگ چاکرتم برادر زخمات کجاست بگو همونجا رو ماچ کنم امروز تو بیمارستان جلو اون همه رو نشده ابراز احساس کارت کنم احمد جون معنی که این جبهه یا خیلی حرفن و اگه امسال احمد آقا نباشن که
خب همه ما به دست دشمن یا کشته میشیم یا اسیر میشیم. از ایثار ایناست که ما راحتیم. ایثار خیلی حرفه ها. الان یه کوچه هست توی بازار دوم به اسم اسماعیل الله فردی. خوبی؟ اما کوچی که این من بود توی تپای الله اکبر سرباز بود، شهید شد. ای بابا، اونا کجا ما کجا؟ روحش شد. مالا احمد جون، باهات کارهای گوناگون دارم. اگه پول میخوای بگو. به جون بهروز مایه نمیخوام، راجع مسئله عاطفیه. حالا تو فردا نوکرتم. نوکرتم چور بزرم. امیرو من چیه میگیم از چی ناراحت شد؟ نمیدونم ناراحت شد رفت تو. برخ اومد. هلو سلام دومومی و قایم تر فرست. هلو مانیره پا قدم احمد آقاستا تو اومد امداد غیبی شد نوکرت. یا کمک کن عباس آقا ببریم. یا عباس آقا. یا عباس آقا برش دو سنگینم شدی برش دو بابا با چه حرف میبریم چه داری بکنی بگو همون جانو ماچ کن.